السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صنف دهم، مضمون تفسير شريف، درس نوزدهم. عنوان درس ما است آداب داخل شدن به خانه ها. خوش آمده عزیز. اول معنی کلمات می خوانیم. تستانیسو یعنی طلب ازن، یعنی اجازه اسکا، یعنی پاکیزتر، گواراتر. جناح، گناه. متاول لکم یعنی منفعت و فایده. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، أي كسانك إيمانا ورديت، لا تدخلوا بيوتا داخل نشويت بخانها غير بيوتكم، غير خانها خودتان، حتى تأيكي تستانسوا إجازة نخواستيت، وتسلموا على أهلها وسلام داديت على أهلها بأهلها. يعني داخل نشويت بخانها خود، خانهایی که غیر از خانه تان است، اول اجازه بگیرید، بعد از سلام بدید. علی اهلها به اهل آن، به اهل آمان خانه. ذلکم این خیر لکم، بهتر است برای شما. لعلکم تذکرون، تا شما بفهمید و یاد بگیرید. فإن لم تجدوا، پس اگر نیافتید، فیها در آن احدا کسی را، فلا تدخلوها، پس داخل نشوید در آن، حتی یعنی در آن خانه ها، تا اینکه یؤذن لکم، تا که اجازه داده شود برای شما. و این قیل لکم، و اگر گفته شود برای شما، ارجعوا، باز بگردید، فرجعوا، پس باز بگردید، هو ازکا لکم، این پاکیزه تر از برای شما. والله و خداوند بما تعملون علیم، به هر چیزی که می کنید آگاه است. لیس علیکم جناح، نیست برای شما گناه، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه. ان تدخلوا، که داخل شوید، بیوتا به خانه های غیر مسکونه که در او کسی زندگی نمی کند. فیها در آن، متاع لکم، در آن منفعت شماست، یعنی چیزی است که به شما فایده، یعنی دو خانه چیزی است که به شما فایده میرساند. والله و خداوند، یعلم و میداند، ما تبدون، چیزی که شما آشکار میکنید، و ما تکتمون، و چیزی را که شما پنهان میکنید. یعنی در خانه هایی که به شما، یعنی در خانه ها فایده است، مثلا مسجد است، مکتب است، رستوران است، یعنی از او فایده میگیرید. خود ای شاگردای عزیز، در امی درس که است، چند چیز مهم است. یکی که محرمیت مسکن و خانه است، که باید کس متوجه باشه بر خانه که داخل نشه بدون اجازه، یعنی اگر اجازه داده شد بره، اگر داده نشد مشکل داشتن، نخواستن کس نره، هیچ حاجت مشکل، یعنی هیچ حاجت ازی نیست که کس از کس خفه شوه، یک کدام مشکل بر از او خلق شوه. نخواست که دیگه مشکل داشت، مریض بود، کس نمیتونه، نخواست نره، هیچ مشکل نیست. دیگه اگر بگه که پس بگرد، باید کس پس بگرده، یعنی پاکیزه تر است، تو نیک در بین دل خود کینه و یا کدام مشکل پیدا کنه، پس خلاص پس بگرده. دیگه چیه؟ دیگه گفته که آداب وارد شدن به خانه ها، یعنی به خانه که داخل میشین باید چی آداب مراعات کنید. دیگه خانه های غیر مسکونی گفتیم. خانه های غیر مسکونی مثلا خانه هایی است که دو انسان ها برامی زندگی نمی کند. مثلا یعنی خانه هایی نیست که دو جا یعنی کس زندگی کنه. مثلا چی است؟ مساجد است، مکتب است، مدرسه است، کورس است، و یایی که اوتالا است، رستورانت است. همین چیزایی است که یعنی ما از او فایده میگیریم، یعنی استفاده میکنیم. مثلا در مسجد نماز میخوانیم، در رستوران نان میخوریم، یا ای که مثلا در مکاتب درس میخوانیم. این سوره نور بود، آیه 27 تا 29. موفق و کامگار باشید. الله حافظ.